Hello and welcome to 10-month English system from Belgae Academy. We're in 8th month and this is episode 9. I'm sure you're ready for today's lesson, and let's start our lessons from technical words. According to your schedule, you have technical, so let's start it at first. Technical words. Recall. Recall, receipt, 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 recent, recent, rescission, rescission, recite, recite, reckless, reckless, recline, recline, recover, recover, recruit, recruit, red cross, red cross, redeem, redeem, redundancy, redundancy, redundant, redundant, repair, repair, reform, reform, refrain, refrain, regime, regime, rehabilitate, rehabilitate, reject, reject. Recall means به خاطر آوردن. Recall. رسید، پس رفتن، عقب کشیدن، دور شدن. رسید. رسید، رسید. رسید. ریسنت، اخیر. ریسنت. ریسیژن، رکود اقتصادی، پس رفت. ریسیژن. ریسایت، با صدای بلند خواندن یا گفتن یا تلاوت کردن. ریسایت. ریکلس، بی پروا، بی ملاحظه. ریکلس. ریکلاین، لم دادن. ریکلاین. ریکاور، بهبود یافتن، به خود آمدن. ریکاور. ریکروت، آماده به خدمت، یا نیروی تازه گرفتن. ریکروت. رد کراس، صلیب سرخ. رد کراس. ردیم، رهایی دادن، از گرو دوباره گرفتن. ردیم، یا تا تعویض کردن هم میشه. ریدندنسی، بیش از نیاز، زاید. ریدندنسی. ریدندنت، زاید، زیادی. ریدندنت. رفیر، ارجاع کردن، اشاره کردن، راجع ساختن. رفیر. ریفارم، اصلاح کردن، بهسازی کردن. ریفارم. ریفرین، امتناع کردن. ریفرین. رژیم، روش حکومت یا هم رژیم. رژیم. ریهابلیتیت، اعاده حیثیت کردن، احیا کردن. ریهابلیتیت. ریجکت، رد کردن، نپذیرفتن. Reject. Okay, viewers, memorize the technical words and make sentences for them. And let's see our dialogue. The next section is dialogue, so let's see what we have in today's dialogue. The superpower. Superpower means abar qudrat. The superpower. Aaron
ایرون میگه داد پدر if you could have any superpower what would it be؟ پرسان میکنه I read it and translate it at the same time. دخترش پرسان میکنه که پدر اگر تو یک قدرت فوق‌العاده و عجیب میداشتی پس او چی خواهد میبود؟ اگر اختیار به تو میداد که تو یک قدرت میداشتی پس او چی باید میبود؟ داد پدرش میگه Right now I wish I had super strange. در حال حاضر من کاش که یک قدرت فوق‌العاده عجیب میداشتم Because then I could get the lid off this jar of jam and make myself a peanut butter and jam sandwich. به طور شوخی‌آمیز برش میگه که به خاطر که من میخواستم که همی بوتل مربا را سرپوش بوتل مربا را بردارم و برای خود یک ساندویچ از بادام زمینی یا به اصطلاح پینت ما مونپلی هم میگیم برش مسکه از اون مونپلی همراه با مربای ساندویچ به خود جور بکنم. ایرن میگه Come on dad بیاین پدر جان Be serious کم جدی باشین. What superpower would you like to have؟ خب میخوایی که چی یک اول قدرت داشته باشی؟ داد پدرش میگه Well, خب I guess if I could have any superpower من فکر میکنم یا من حدث میزنم که اگر من کدام اول قدرت میداشتم I would have to ability have the ability to speak with animals من میخواستم که من میتونستم که همراه animals یا حیوانات چی بکنم صحبت بکنم اگر من میتونستم یک اول قدرت بخواد انتخاب بکنم امی خواد بود. ایرون میگه speak with animals حرف زدن با حیوانات why would you want that چرا اینو میخواین؟ داد if I could speak with animals اگر من میتونستم که با حیوانات صحبت بکنم then I would talk to our dog Kenny من با کینی همو سگ خود صحبت میکردم and ask him و از اون پرسان میکردم what he's thinking او در مورد چی فکر میکنه you know to me for me find out what's on his mind آیا تو میفهمی که در ذهن از او چی میگذره چی خطور میکنه ایرون میگه that would be fun بسیار سرگرم کننده و بسیار جالب است داد میگه how about you و در مورد خودت چطور if you could have any superpower what would it be اگر تو کدام اول قدرت میداشتی پس تو چی خواهد بود ایرون میگه I think I would have the power to become invisible. میگه من میخواستم قدرت داشته باشم که غایب شوم. Invisible نامرئی، نادید، از دیدها من غایب شوم. That why is that? چرا؟ ایرون میگه Well, if I was invisible, خب اگر من غیر قابل دید شوم، یعنی invisible شوم، نامرئی شوم، I could play tricks on people plus I could go to the movies and I wouldn't have to pay خب اگر من میتونستم که غایب شوم میتونستم که یک مقدار حقبازی و تکنیک بالای مردم هم برم من میتونستم که به سینما برم و از یک فیلم به دیگه فیلم بدون از این که من پول هم پرداخت بکنم داد پدرش میگه That would be fun. ای هم خیلی جالب است. POP به خاطر تایید یک موضوع بعضن انگشت خود به دهان خود گرفته یک صدای مثل ترقص وره میکشن به معنی ازی است که مخصم شد درست است. خب حالا درست است. Finally بالاخره چیکار بکنیم؟ That was really stuck on tight.
that was really stuck on it. یعنی خیلی یک موضوع جالبه. وقتی یک قضیه باتون خیلی جالب تمام میشه، میگین that was really stuck on tight. میگم تو بسیار یک موضوع جالب و خیلی محکم بود به اصطلاح ما شما. Would you like a PB&J that was really stuck on tight. پاپ خیلی موضوع محکم بود و حال گیر افتادی. So would you like PB&J مخفف پینت بتر و جلی ساندویچز مخفف استفاده کردن، کدامش گفتم میخوایی؟ I'd love one thanks. یکیش گفتم میخوایم، مشکل نیست. Okay dears, answer to the questions. What two superpowers does the dad want? Why does he want them? کدام ابرقدرت ها را میخواست که پدرش داشته باشه و چرا میخواست که داشته باشه؟ You can answer it. Number two, what superpower does the daughter want? Why? دخترش کدام سوپرپاور را میخواست که داشته باشه و چرا؟ And what is the dad going to do next? و بعد از او پدرش میخواد که چی انجام بده؟ Okay, my dears, it was the dialogue. You can answer the questions and write it for us. Okay, come to the next part, proverbs part. Number one, east or east, whom is the beast? برای هر کس کشورش کشمیر است. یک ذره مثال خیلی مشهور است که اگر ما هر جایی که بریم باز هم دوباره دلتنگ وطن خود میشیم و خانه هر کس برای خودش بهترین است. نسبت به هر خانه مفشن، خانه فقیرانی خود ما برای ما بهترین خواهد بود. Number two, easy come, easy go. مال مردم دل بیغم. وقتی که چیزی از خود ما نباشه و چیز آسان به دست ما بیایه، ما آسان از دست میتیمش. و مخصوصا که مال خود ما نباشه، پس او اصلا سرش دل نمیسوزانم. ای عادت اغلب مردم است. So, easy come, easy go. به اصطلاح چیزی که آسان به دست بیه، آسان از دست میره. Number three, eat and drink with your relatives, make business with strangers. همراهی اقارب خود، همراهی شناسه های خود، شما خوراک و خورد و نوش بکنین، چیز بخورین، بنوشین، make business with strangers. اما تجارت تانه همراه با بیگانه ها انجام بدین. خب، یک چیز معمول است. چرا؟ وقت رازی که میگن وقتی که با دوستای خود یک تجارت انجام میدین، کسب کار انجام میدین، ممکن در یک موضوع با هم اختلاف پیدا بکنین و رابطتون برای همیش از بین بره. Number 4. Eat little, sleep better. کم بخو، همیشه بخو. یا خوردن کمتر، صحت بهتر. Eat little وقتی کم بخوریم، sleep better راحت و آسوده خواب شویم. اگر بیشتر نان بخوریم، طبعا که خواب شدن بر ما مشکل است و بیشتر در مورد صحت ما شما این ضرب المثل استفاده میشن. Either mend or end. یا بساز یا خاتمه بده. Either end or mend. یا بساز یا خاتمه بده. وقتی که در هر مورد استفاده میشه، یک گزینه‌ای که در مورد ریلیشن ها یا امو ارتباطات استفاده میشه، اگر وقتی که یک رابطه بیشتر زن و شوهر، اگر یک رابطهشان ممکن خراب میشه، کوش بکنن که رابطه خود خوب بسازن. اگر میشه خوب و خوب، اگر نمیشه رابطه خود قطع بکنن. Number 6. An empty belly hears nobody. شکم خالی هیچ کس را نمیشنود. معمولا کسایی که فقیر هستند در مورد بسیاری از کارها چیز را نمیدانند. مکمل پشت همو یک لقمه نان خود است که چطور به دست بیارن. پس وقتی که شکم گرسنه نباشه، پس هیچی در ذهن انسان نمیآید. Number 7. An empty purse fills the face with reckless. پرس همو دستکاول یا بکسک جیبی، خب بیشتر بر زنان استفاده میشه، اما در مجموع میگیم وقتی که پرس یا همو بکسک جیبی تان خالی باشه،
پس صورتتان به زودی چین پیدا میکنه، به اصطلاح عام شما چین چروک پیدا میکنه. یک چیز واضح است، وقتی که اقتصاد انسان ضعیف باشه، معمولا انسان به خاطر پیدا کردن بازم یک لقمه نان بر هر طرف خودم میزنه و او هم به مشکل پیدا میشه و زندگی با مشکلات باعث ازی میشه که انسان از عمر خود کرده پیشتر پیر شود. نمبر 8. Empty vessels make the most sound. خب ظرف خالی صدای بیشتر داره. ما هم بعضی از مثل‌های مانند ازی داریم. خب اینجا فقط همین قرار گفته میتونیم که زدیگ پختگان ناید صدا از مردمان خام خیزد. معمولا کسی که انسان کامل و بجا رسیده و پخته است، او حرف بیشتر نمیزنه و از حرفهای خود هم دفاع کرده میتونه و حرف مناسب میزنه. اما کسایی که خام هستن، انسانهای تا جایی بگویم احمق و نادان و نافهم هستن، اونا بیشترین حرف را هم دارن و حرفای بیجا هم دارن. نمبر 9. The end justifies the means. هدف وسیله را توجیه می کند. یعنی در اخیر کار می بینیم که نتیجه کار ما چیست. The end justifies the means. آخر کار معلوم میشه که به اصطلاحی که ما میگیم کار را کسی کرد که تمام کرد. ما در اخیر کار میبینیم که نتیجه چی میشه. Number 10. The end makes all equal. وقت نهایت چند کار در یک نتیجه ختم میشه، میگیم the end makes all equal. در اخیرش، در ختم، تمام چیز یکسان شد. The next one. Enough is enough. یکی از مثال‌های خیلی مشهور است، وقتی که به یک مقدار عصبانی میشه انسان، پس در اون وقت به صدای بلندتر ما میگیم که بس است. پس اینمی بس است گفتن ما در اینجا میشه enough is enough. Enough is enough. بس است دیگه. Number 12. Inquire not what is in other spot. نپرسید که در ظرف دیگران چه چیزی است. به معنای ازی است که ما جستجوی رازها و حرفهای دیگران را نداشته باشیم، بگذاریم آنچه که نیاز از خودشان میگن. در غیر از او جستجو و پرسپال و به اصطلاح ما خب بین از اصطلاحش میگذاریم، حتما به اضافه میدن. زیاد پشت هر گفره گشتن دیگه کار نیک نیست، به می خاطر میگن inquire not what is on other spot. Number 13. The envious man grows lean. مرد حسود لاغر می شود. معلوم دار کسایی که حسادت می کنند با دیگران بیشتر خودشان رنج می بینند. پس حسادت هم کار خوب نیست. The envious man grows lean. Number 14. Even a worm will turn. حتی یک کرم روز خواهد چرخید. به معنای ازی است که کرم با وجودی که خیلی نرمش داره، اگر ما بیشتر اذیت بکنیم حتما یک بار حتما بغاوت خواهد کرد و در مقابل ما استاد شد. یعنی به معنای ازی است که انسان‌های نرم و انسان‌های ملایم هم گاهی اوقات میشه که پرخاش بکنن، به خاطر که هر کسی یک صبر داره و وقتی کاسه صبر لبریز شد، پس اونا به پرخاشگری آغاز میکنن. Number 15. Equals make the best friends. سازگاری و برابری بهترین دوستان رو میسازن. میبینین نه با کسی آدم بسیار بسیار تند رویه بکنه که هم از ما گریزان شوه و نه هم آنقدر نرم رویه شوه که هم از ما سوء استفاده بکنن. پس به این خاطر حالت اعتدال در دوستی بهتر است. Equals make the best friends. Okay, my dears. It was the end of Proverbs and let's
see what we have for our homework. For your homework, memorize the technical words and make sentences for them, rule out the dialogue, and memorize the proverbs. As usual, it was repeated homework for you, and it was the end of episode 9. And until the next episode, study your lessons well, memorize all your lessons, and have a great time ahead. Goodbye. Be safe and sound.